این هفته خبر تو خبر رو با درود به اشرف نشانهای آغاز میکنیم که تو 9 ماه گذشته طوری روس ولی فقیر رو کشیدن که مجبور شد ناله هاش رو از گلوی این مأمور واواک اینطوری بیرون بده. در کشور امریکا و کشورهای اروپایی سازمان مرافقین شبکه بسیار گسترده قوی مالی و سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرده و اینا هم حمایت میکنن. چرا؟ ببینید یه گروه به هر حال خودشون هم به ظاهر اینو تو لیست گروه های تروریستی گذاشتن. جبهه جهانی در حمایت از مقاومت در حالی گسترش پیدا کرده که انزوا و تحریم سیدعلی روز به روز بیشتر میشه. این هفته بعد از تحریم بانک مرکزی دیگه صحبت از بستن شیرهای نفت هم به میون اومده. در چنین شرایطی سیدعلی اشکش دم مشکش و بگی پخ میزنه زیر گریه، مثل بعضیا که حتی صدای گریه هم اشکشون رو جاری میکنه. یکی از بدبختی‌های عظما در هفته گذشته سقوط آزاد ریال در برابر دلار بود که کار رو به دستفروشی دلار توی خیابون‌های تهران کشون. دلار چند؟ 24. یه 50 تا. سه. یه. همون. یه گلم داره. اونو می‌خوام. سه‌ای داری یه تهران. 20 تا 17 بیا. من 15 می‌خرم، 17 می‌خرم. مهربونه. آقا 10 تا کی می‌خواد؟ این وضعیت رو همه کارشناسان به عنوان اولین آثار تحریم ارزیابی کردن بجز سخنگوی وزارت خارجه نظام. اون چیزی که مسلمه اینه که این مسئله هیچ ربطی با بحث تحریم نداره، بنابراین باید با یک بررسی کارشناسانه موضوع نوسان نرخ ارز دنبال بشه تا ریشه های اون مشخص بشه. قطعا این مسئله ارتباطی به بحث های تحریم و سیاست خارجی کشور ما نداره. بله، پس سقوط نرخ ارز و تحریم هیچ ربطی به هم ندارن، همونطور که سوسیس هیچ ربطی به اوتو نداره، اما توی این نظام بعضی چیزهای بی ربط به هم مرتبط میشن. مقام عظما که دلش مثل این سوسیس ها داره از ترس تحریم های نفتی جلز و ولز میکنه، رفت تو کار بلوف زدن برای بستن تنگه هرمز. ناو هواپیمابر دشمن که در خلیج فارس بود از همون ابتدای رزمایش زد بیرون از تنگه و در دریای عمان مستقر شده. این و توصیه میکنیم و تأکید میکنیم و بلکه تذکر میدیم که این ناو که در منطقه سابق ایستایی که در خلیج فارس بود و برای ما تهدید هست بر نگردد و ما عادت نداریم تذکرمون رو تکرار بکنیم. البته کسی هارت و پورتای این فرمانده ارتش رو جدی نگرفت، چون همه میدونن که خامنه ای اهل خودکشی نیست. بستن تنگه هرمز با این زیر دریایی ها مثل بستن خیابون توسط این دوتا میمونه. گرم کردن تنور یخزده این نمایش انتخابات یکی دیگه از دردسرهای عظماست که هر پهنی رو تو تلویزیون میاره تا با رو کردن استدلالهای بسیار قانع کننده به این تنور یه حالی بده. اینها تو رسانه‌هاشون مدتی که دارن تشویق و ترغیب میکنن به گونه‌ای با کار تکنیک‌های عملیات روانی و جنگ روانی که مردم نیان پای صندوق رأی بدن. یعنی حضور مردم و مشارکت مردم کاهش پیدا بکن. یعنی این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک حقی از یک نفر گرفته بشه. درست. یعنی وقتی من به صندوق میبرم بالاخره انتخابات برگزار میشه. درسته. وقتی من پیر جوان نرم پای صندوق و رأی بدم، یعنی از یک حقمو واگذار کردم. من به کی میخوام واگذار کنم؟
اون تازه مثلا به خارجی های چی؟ یعنی تازه با توصیه اونا که دشمنی دارن با من، چرا میخوان حق شهروندی منو از من بگیرن؟ حالا اگه یکی بخواد این حق شهروندیشو به کسی نده و از اون استفاده کنه، چه گزینه هایی برای رأی دادن داره؟ اما جریان های مطرح سیاسی، اصولگرایان، جبهه متحد اصولگرایان، این جبهه در واقع زیر نظر رئیس جامعه روحانیت مبارز و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم یعنی آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی تشکیل شده و شامل بیشتر طیف ها و جریان های اصولگرایی است. حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و رهبری، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، البته چهره های دیگر اصولگرایی نیز برای این جبهه نماینده معرفی کردند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی، اصلاح طلبان اگر این آرایش تغییر عمده‌ای نکنه شاهد رقابت چند لایه و شدید در انتخابات مجلس نهم خواهیم بود. آقا ما که با دیدن این جک و جونورها قید حق شهروندیمون برای رأی دادن به اینا رو زدیم، النهایه نتیجه این رقابت چند لایه رو هم خود عظما روشن میکنه، مثل نتیجه این مچ انداختن نمایشی. مشنگ شماره یک این آخونده که وقتی پلاتین میچسبونه بعضی از اعمال پنهانی در بیت عظما رو علنی میکنه. بعد که فکر کنید اون وقت شاید بتونید توازن آمار رو به هم بزنید که گفتن الان روزانه 2 تن مواد مخدر توی مملکت مصرف میشه. حالا شما که تفننی میکشن که هیچی، اونا حساب نیست. اونایی که مثل ما رسمی میکشن و خالصش هم میکشن لامصب، تازه بعضی هم که نمیکشن میزنن بالا هستن صفاسیتی ها. اونا بدن شما اگه با ما شک داریم پس بذار خود ما بگم. بله این حجت الاسلام مشنگ که ظاهراً الان هم خیلی توپه، بعدش یه قاطی پولو بار میذاره و خورده حسابهاش با جناهای دیگه و رقبای مداحش رو بیرون میریزه. الان کشور مصرفی در جهان ایرانه، 4 برابر آلمان شما سوخت مصرف میکنید، اولین کشور مصرف کننده نوشابه گازدار، اولین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی، سالانه 1,800,000 تن فقط قند شکر مصرف میکنه ایرانی ها، سالانه 1,200,000 تن فقط روغن نباتی وارد میشود. چه خبرتونه؟ کو بازدهی این همه مصرف چی شد؟ فوتبالتون رو میخواین کن دست از پادراستر برمیگرده، 4 میلیارد تومان بلعید این بودجه فوتبال، فقط فوتبال ما 40 فدراسیون داره ایران، فقط فوتبالتون دست از پادر ما حریف برزیل نمیشیم، پس برای چی مخه بچه های مردم کار میگیرید؟ پس بگو آقا ما نداریم، ما یه جور تیمی نداریم. در عزاداریاتون این مده های بی سواد این دیستیسی ها ابو فاضل ابو فاضل آپاراتی بدبخت بی سواد وقت گمشو برو. مشنگ بعدی یه مشنگ تکراریه که باز یه تئوری کشکی سرهم کرده تا اسمش تو یوتیوب یه دور دیگه بچرخه. این که بدخوابن و خستن و حرفا، یادتون باشه شب که میخوایم بخوابیم روح انسان هم باید بخوابه. ما 4 تا روح داریم که مردم حالا در جریان نیستن، من اینا رو درست جنان بعدن میگم براتون، ولی اگر روح میخواد بخوابه تنها راهش اینه که تاریکی مطلق باشه. چراغ خواب اگه استفاده بکنید یا به هر طریقی نور توی خونه باشه روح نمیخوابه. وقتی نخوابی صبح بلند میشید یک مقدار کسلی به خاطر نخوابیدن روحه که انشاءالله تو برنامه آینده بر. در پایان توجه شما رو به یک کنسرت باشکوه ولی با امکانات بسیار محدود جلب میکنید، یه کنسرت یه نفره که هیچی کن من بچه ها دست خیلی ممنون سایه ما باتی میزنیم هر جو که
اسم من یا